نام خداوند کار و زندگی، خدای خوب و مهربان. سلام و ادب و احترام خدمت شما خوبان بیننده های نهایت گرامی برنامه چهار بازار تلویزیون اسلام. امیدوار هستم هر کجای که هستید تنتان سالم باشه و دور از گزند روزگار باشید. هستیم با شما با یکی دیگر از سلسله برنامه های چهار بازار و این بار می خواهیم که صحبتی داشته باشیم در قسمت صحافی کتب و کاربار که در این قسمت دوستای عزیزی که مصروفیت دارن. خوب است شما هم با نگاه های گرم و دقیق و تیزبین خود ما را همراهی بکنید و انشاءالله در این قسمت توضیحاتی که خواهند داده شد مفید خواهد بود. ما را تنها نگذارید و بیننده برنامه باشید. خوش آمدید به ادامه برنامه چهار بازار. شما بیننده این برنامه از تلویزیون اصلاح هستید. ممنون نگاه های مهربانه شما خوبان. اما طوری که مشاهده میکنید آمدیم در یکی از دوکان هایی که این دوکان مصروفیت یا کارش صحافی هست. کتب زیادی در اینجا مشاهده میشه و همونطوری که به چشم هم میخوره در کنار دوست عزیز هستم که اونها هم مصروف کار در قسمت صحافی کتاب هستند و پوش کردن جلد کتاب. میخوایم صحبت بکنیم اما ابتدا یک سلام علیکی داشته باشیم و خودشان هم خود معرفی بکنن خدمت ما و شما. دوست عزیز عرض سلام و ادب دارم، وقت شما بخیر، خسته نباشید. زنده باشیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بیننده‌های عزیز شما. عبدالمجید شریفی هستم، یک تن از صحافان هرات. سپاس از شما آقای شریفی. واقعا کار صحافی کار خوبی هم هست، بیننده‌های عزیز هم معلومات دارن. میخواییم در ابتدا بگم از چه مدت زمانی هست که مصروف کار در اینجا است؟ ما انشاءالله که از مدت 12 یا 13 سال میشه که ما مصروف همین کار هستیم و دو برادرم و همینجا کار میکنیم. چقدر علاقمند همین کسب بودید و چقدر دوست دارین که در همین کسب ادامه بدیم؟ انشاءالله تا روزی که از دست ما بیای خمای کار را انجام میدیم. خاطر که کار صحفی که از کار عظیم و کار خیلی بزرگیه که زیادتر کارا مهم شمول قرآن شریف میشه و ما شخصا بگم اگر 2 روز یا 3 روز من این کار را نکنم دق میارم. من همیشه هم مصروف همین قرآن شریف تیار کردن و همین کارهای کنکری هستم زیادتر. بسیار عالی. از سر و کار داشتن با کتاب بگین که چقدر وقتی به دوکان شما هم آمدم کتاب های زیادی رو در این جدیدم. خب طبعا سر و کار با کتاب هست، احساس شما نسبت به که واقعا کتاب با شما هست و شما سر و کار با کتاب دارین؟ احساس ما احساس نیک که انشاءالله که من از خورتگی بگم شخصا به این کار بیدم 12 سال مدت کمی نیه و از وقتی که من اینجا بودم زیادتر این کتاب هایی که من میادمان یک کلمه چیزی از داخل اینا خونده میشه و بعضی چیزا را آدم میفهمه و کتاب از کتاب بگم چیزی بهتر و عزیزتر نخواهد بود. دقیقا بله، صحبت بسیار خوبی که آقای شریفی عزیز داشتن راجع به این هست که کتاب میتونه دوست خوبی باشه و در نگهداری کتاب. اما وقتی صحبت از صحافی میشه اما ذهن ما همین طرفی که در قسمت پوش کتاب، نگهداری کتاب یا به اصطلاح کاری که میشه انجام میشه. خب حالا بیشتر صحافی هایی که در اینجا هستن از 0 تا 100 یک کتاب میتونن که در قسمت یک جا کردن ورق هایی که در کتاب هست، در قسمت پوش کتاب و همچنین ترو دیزاینی در قسمت پوش یا مونوگراف یا کتاب چپترهایی که اصلا انجام میشه. اما صحبت میکنیم با آقای شریفی که چه کارهای بیشتر صورت میگیره اینجا. آقای شریف، کارهای ما زیادتر همین مونوگراف که از محصلین و کارا قرآن شریف و کتاب روزنامه چه و دفتر کل و کتاب چه که با بازار باز اونا فروخته میشه با طور قراردادی اینا ما کار میکنه. زیادتر همین فعلا تا بازار همین کتاب چه و چیز دیگه فلان کار نمیشه بخاطر که مکتب و اینا هم خب فلان رخصت و کار ما نسبتا کمتر. اما لحظه که ما آمدم یک قرآن شریفی که ورقای او کمی پاره شده بود و جدا شده بودید اون کار کردین که فعلا هم تحت کار هست، انشاءالله که همین خداوند به شما مزد بده. از این بگین که ای در قسمتی که قرآن شریف ها یا کتاب هایی که به نوعی از گذشته هست و قدمتی هم داره اگر اینا بیایه اینا هم عدل تر و دیزاین میشه و پوش کرده میشه آماده میشه آخه؟ انشاءالله که ما ای توانایی داریم که کتاب رو بگم از 0 تا 100 همیتی که گفتن بسته بندی بکنیم و باز کتاب های قدیمی که هست نسبتا کار زیادتر و جنجال بیشتر. شخصا این کار رو بگم این 2 روز میشه بالا این قرآن شریفی که گفتن شما ما از 2 روز طالب بالا مصروف و کار میکنم
دیگه انشالله که میشه ها از صفر تا صد بگو ما کار رو پوش میکنیم و رقه و رقه جور میکنیم باز بعدا به قسمت جلو هم جلو مختلف هر رقمی که نفر خواسته باشه و ما میتونیم رادیو جلد کن. اما در قسمت حفظ و نگهداری کتاب اگر صحبت بکنین که چقدر باید تلاش بکنیم کتاب یا قرآن شریفی که در خانه هست نشه خدا ناخواسته این کتاب ها از بین بره و پاره بشه باز به مرحله برسه که ما بیاییم او را باز دوباره آماده بکنیم. نگه کتاب یک چیز خوب و چیز با ارزش در خدمت قسمت نگهداری از او همه ما باید کوشش بکنیم بخاطر که همو نگهداری از او باعث همین میشه که سالها و سالها و کتاب بمونه و دیگه سعی ما و کوشش ما هم همینه که کتاب فرسوده دوباره جور بکنیم که از او بشه استفاده بشه دوباره و برای عزیزایی هم که میبینن یا میشنون همین توصیه دارم که از کتاب قسم نگهداری بشه که از اولاد خود از بگم از خود خود شخص نگهداری میکنه. بسیار عالی. از خاطرات شما حالا 10-12 سال که شما گفتین شده تا حال که احساس خوبی داشتین که وقتی کتابی رو در پیش شما آوردن که او واقعا شاید 50% کنده شده و از بین رفته بوده شما یک او رو صافی کردین و آماده کردین و خود شما واقعا احساس خوشی داشتین؟ چرا زیاد ما اکثریت همین قرآن شریف ها که از فرسودگی کامل بگم نجات میدیم یا تیار میکنیم شخصا وقتی که پوش هم تمام میشه و ما زیر سنگ میگذاریم یعنی استدارم که بگم شاید خلی از آدم ها و یا خلی از کسایی که کار میکنن نداشته باشه خطر که همون توان نیرف خداوند داده و ما هم کلام از مصرف میکنه میشه. بسیار عالی، کار بسیار نیکی هست انشالله که خداوند شما مزد بده. آقای شریفی از احساس مشتری بگین، مثلا بعضی وقتها مشتری شده که یک کتاب را آورده باشه و بی باور شاید نباشه که این آماده بشه و دوباره استفاده از او بشه. چرا زیاد شده وقتی بعضی وقتها دور از بس سر آمین حادثه باشه خونه میسوزه یا چی میشه کتاب های اوراق میشه یا سوخته میشه میارم ما جور میکنیم شخصا یک از فامیلا خود ما بگم وقتی قرآن خور دوباره دید میگفتون نه برای ما هدیه کردی در حال که ما همو قرآن شریف رو بگم برش کرده بودیم دوباره پسور تیار کرده بودم هست زیاد هم که دوستای می هم میگم قرآن خور نمیشناسم میگم یه چیزی نورده بودم یا که دیگه اوراق بود میگم همینه که بس جور شده و دیگه توصیه زیاده بگم ندارم همی در قسمت نگهداری هم همو کوشش و تلاش بشه انشالله دیگه گفتنی اینو دارم. خب تشکر از شما. اما بیننده های عزیز کار در یک جایی که سر و کار با کتاب داشتن هست ارزش بالایی داره، حالا خصوصا یک ویژگی خاصی که کار آقای شریفی نداره مثلا از بین رفتن یا پاره شدن یا تلف شدن کتاب و همچنین قرآن هایی که در گذشته بوده و اونا قدمت دارن جلوگیری میشه ارزش بسیار بالایی داره. اما فکر کنم آنقدر وسایلی هم در اینجا نیست، اما به هر حال با یک وسایل اندک کار میکنن. یک دستگاهی که فعلا جلوی روی من هست میخوایم که راجبی هم صحبت بکنم. آقای شریفی در قسمت این دستگاه بگین که کاربرد این دستگاه چیه در قسمت کار شما؟ در قسمت کارمون کار از این دستگاه پرس کردن یا فشار دادن کاره که ما کاره که تکمیل میکنیم میگذاریم از در از او و یک پرس میشه که متصاف منظم و تو میشه متصاف میمونه دیگه زیادتر کار ما به می صورت میگیریم. یعنی کار شما بیشتر به دست انجام میشه و یک قسمت توسط همین دستگاه هست. کدام دستگاه دیگری هم هست یا خیر؟ دستگاه خوب از کار زیاده دیگه از این دستگاه باز کلانتر هم هست و دستگاه چسب و دستگاه تلاکوبه که ما این کارار میکنه در کل اگر بگم امکاناتی باشه و یا پولی باشه دستگاه به کار زیاده در حد که دل بخواه کار جا داره که ولی از اون مصرف بشه یا کار بشه. بسیار عالی. صحبت‌های آقای شریفی عزیز بود که قبلا هم اشاره کردن که با برادر خود مسئولیت همین کار دارن و سر و کار با کتاب داشتن هست و همچنین از احساس خود گفتند. انشالله که شما هم عنوان کسی که سر و کار با کتاب داریم و کتاب برای شما طبعا ارزش داره انشالله تلاش بکنیم کتاب‌ها رو نگهداری بکنیم و نشه خدای نخواسته کتاب‌ها از بین بره. دوستای عزیز برنامه چهار بازار ادامه داره، با برادر آقای شریفی هم صحبت می‌کنیم. چه خوب هست که ما را تنها نگذارید و همچنان بیننده برنامه باشید.
دوباره خوش آمدید به ادامه برنامه چهار بازار هستیم با شما و همونطور که قبلا هم آقای شریفی توضیحاتی رو در قسمت کار با کتاب و صحافی که در اینجا مسئولیت دارن صحبت کردن، اما خب کارها مراحل مختلفه داره. مثلا یک مونوگراف یا یک چپتر یا یک کتاب از یک مرحله مقدماتی که در اینجا سپرده میشه و بحث همون ورقهایی که در اینجا هست تا قسمت پوش کتاب که تمام میشه کارهای زیاد اینجا انجام میشه. مثلا همینجا در دسترس مونوگرافی که است در بخش تحصیلی و مؤثرین که هسته، اما خب به حالت بسیار خوب و همچنین محفوظ و نگهداری بسیار خوب آماده میشه که کار دوستایی که در اینجا کار میکنن، آقای شریفی گفتن کارها انجام میشه. خب چه خوب یک صحبت هایی هم داشته باشیم با دوست عزیزی که در اینجا مسئولیت دارن، برادر آقای شریفی که قبلا گفتن، چه خوب یک سلام علیکم داشته باشیم. آقای شریفی عزیز سلام و ادب دارم، خسته نباشید، خدا قوت. سلامت باشیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالقادر شریفی هم و به همین صرفی اومد مشغول کاریم با امروی برادرم که قبلا خور معرفی کردن. دقیقا سپاس از شما. آقای شریفی از چه مدتی از شما مصروفیت دارین در این شغل؟ تقریبا از 87 میشه ما امرو با برادر ما خودم شروع کردیم. بسیار عالی. چگونه هست کار با کتاب و همونطوری که برادر شما هم گفتند و ای که شما میتونین یک کار رو در قسمت فرهنگ و همچنین کتاب انجام بده؟ دیگه واقعا ما خود ما که از شخصا هر دو برادر امی علاقه شخصی ما کلن به کار هست و هم کاری که از لحاظ فکری انسان بالا میباره و از لحاظ فرهنگ و هنر که انسان یک شخصیت واقعا در عرصه هنر اسلامی بالاخره میسازه، ما خود ما شخصا این کار دوست دارم و علاقه قلبی به کار دارم. به خاطر همین هم در این زمینه و شرایط میفهمم که کارهای دیگه هم برای انسان معیان میشه، ولی ما با همین اواید اندک که هست ما این کار راه نکردیم. فعلا در شرایط بسیار بورانی هم که فعلا هست ما کوشش میکنیم که کار نگهداری کنیم و باشیم اینجا. اما از خدمت صحافی بگین، حالا خصوصا در هرات و در افغانستان، از دیر زمان این کسب و این مصروفیت چیگونه بوده و کار میشده یا خیر؟ بله الحمدلله صحافی که خود از خیلی زیاد در هرات، حتی استاد ما داریم خداوند اونا خیر بده، آقا صحیف جمال الدین، باز اونا پدر از اونا صحیفی بوده، صحافه بزرگ هرات بوده، حتی همین جاده لیلمی که بود بیشتر وقت این لباس فروشی اینا نبوده و از قسمت اول از تا باخیر همین کتاب فروشی و صحیفی بوده و در میفهمید قبلانا که بوده وقت در قدامت چاپ و استاب صنعت چاپ وقت در رشد پیشرفت نکده، بیشتر کتابی که میبود تا صدها سال از استفاده میکنند، به هر ارمان که کتاب پارو کنده میشد و صحیفی میکردن، حتی با اولیا با همون وسایل اولیه که شروع میکردن و امروز های که میبینیم با تمام وسایل پیشرفته و صحیفی میشه و از استفاده میشه. بسیار عالی. اما از قدمتی کار گفتین، اگر مدت زمانی که شما هم شروع به کار کردین اگر مقایسه بکنیم، آیا سهولت های در این قسمت کار شده، دستگاه های شما دارین و آیا دستگاه وجود داره که بیشتر کار رو به نوآوری رفته باشه و از اون سبک کلاسیک به سبک مدرن تبدیل شده باشه؟ آخه بله الحمدلله به همین کار صحافی که از خیلی دستگاه پیشرفته است، حتی خود من به کشورهای ایران پاکستان سفر کردم و اون رو دیدم، حتی امروز میبینم در یوتیوب اگه شما سرچ کنیم صحافی بزنیم به تمام کشورها، تا در اروپا هم به شکل کلاسیک کار میشه هم به شکل حرفه‌ای یا به شکل پیشرفته کار میشه و وسایل و دستگاه زیاد در این بس صحافی چیکار، حتی در قسمت جمع کردن کتاب و دوختن کتاب با انواع دوختی و مثلا جزبندی داره، دوخت ساده داره، چسب گرم داره، بسته‌بندی با انواع و در تمام کشورها پیشرفت داره برای صحافی. بسیار عالی. اما راجع به مواد یا عواملی که در اینجا هست و کار میکنن آقای شریفی صحبت میکنیم، یک موضوعی که توجه منم جلب کرد اون بحث تکنولوژی روز و ای که مدرن بودن کار صحافی هست، یک دستگاه و یک سیستم کامپیوتر هم در اینجا هست. میخوایم صحبت بکنیم که چقدر کاربرد کامپیوتر در این کار شما هست آقای شریفی؟ فعلا همه کار کامپیوتر که در قسمت چاپ تلاکوب استفاده میشه، این قسمت مونوگراف که میبینیم جلوی ما هست، این قسمت چاپ و گاز در قسمت فایل از آماده میشه و از طریق از دستگاه چاپ میشه، فایل به شکل درست میشه، بعضی اینو داخل از پشت رو بعض مونوگراف ها یک رو ور مناسب به اون پانتونی که هست به دستگاه تلاکوب که هست به قسمت
چوب میشه گالینگو رو از اون نوار کشیده میشه، این نوارا تلاکوب کشیده میشه، بعد اون از داخل از پرند میشه و کار میکنه چوب. یعنی در خود سیستم یا همون کامپیوتر که هسته طرح و دیزاین میشه و آماده چوب میشه. اما همین تلاکوب که گفتین، منظور همین تلاکوب همین رنگی که در اینجا به کار میره، درسته دیگه نه؟ بله، این رنگ تلاکوب که هست، باز همین هم از دستگاه مختلف داره. ما فعلا یک نوع دستگاه داریم که میتونن این هم سرعت کار بالایه و هم میتونه که هر شخص با همو نامه و رو از چاپ شه. با دستگاه دیگه هست که با دونو تلاکوب فشار داده میشه و انواع دستگاه که هست که فعلا دسترسی به دونو نیه اینجا. اما در گذشته اگر کسی این کار از کسی میخواست، از صحافی میخواست، در گذشته ها که سیستم نبوده، کامپیوتر نبوده، این کار انجام میشد یا به شکل دست بوده یا نه نبوده؟ در کل نبود. امی چاپ تلاکوب خوشبختانه ما به هرات آوردیم در قسمت این مونوگراف و گالینگوری و اینا. در حتی تا قبل از سال 92 و 93 ما چیزی بنام گالینگوری نداشتیم و زی شکل کتاب صحیفی نمیشد. همه چی بود تکی بود، تکه و تکایی هم که از پاکستان میمونده می تکاب. بسیار عالی. اما از مواد دیگری که در صحافی به کار میره، از مواد که شروع به کار صحافی کتاب میشه صحبت بکنه. در ابتدا اگر ما بیایم بخشای از این صحافی چی کنیم، بیایم کتگوری کنیم، یک قسمت تکیه. در قسمت تکیه که هست، او تکای از پاکستان میه و چسب و کاغذ و سرم میشه و پشتکگی میشه. این پشتکگی به این شکله. یعنی این شکل تقریبا الان میتونین کلاسیک هم بگیم که کلاسیک هم میتونین و این مخصوص مردم افغانستان هم گفتن میتونین. یعنی دیگر ما در هیچ جای دنیا این پشت سراغ نداریم. حتی باز در ایران انجام میشه؟ در ایران اگه میشده به قدیم ها، ولی ما که به این سفرهای کردم نایدم، ولی بیشتر در ایران همین پشت گالینگوری استفاده میشه. اما فکر کنم که بحثی که کیفیتی کار هم بد نیست آقای شریفی. اتفاقا در تمام ادارات دولتی ما الحمدلله از سالهای قبل تا به حال در ثبت حال نفوس بگیریم، از تمام ادارات اینو بگیریم، از این پشت استفاده میشه، چون این بیشترین کاربرد داره و میزان خسارت از این کمتر. اما این سبک شما گفتیم دیگه پسی برمیگرده به کاری که در افغانستان و در هرات صورت میگیره. بله بله واقعا. و سبک مدرنی هم که شما گفتین، این کارها هست و کارهای دیگری هم که امروز در جهان انجام میشه و هم بحث شاید بستگی به اون تکنولوژی و دستگاه‌های روز هم داشته باشه. بله بله واقعا اینا که هست ما بیشتر کوشش میکنیم که دست کار میکنیم، چون وسایل اینجا کمتره، ولی همه پوش که هست در اروپا یا در دیگه کشورها دیگه که هست کاملا سیستم دستگاه هضمی استفاده میکنن. حتی کتاب ها اگه شما دیده باشیم جلدای پلاستیکی داره، اونا هم به می شروش کار میشه مگر دستگاه استفاده میشد. خب دوباره خوش آمدید به ادامه برنامه. خب دوستای عزیز، همونطوری که آقای شریفی هم اشاره کردن، بحث کارهایی که امروز با تکنولوژی روز انجام میشه، کارهایی که کلاسیک بوده و قبلا به دست انجام میشده که فعلا همین کارها در هرات انجام میشه. اما آقای شریفی، از مواد خامی که در صحافی انجام میشه قبلا هم اشاره شد، چگونه هست؟ مواد از خارج میایه و در قسمت مثلا حالا چسب بگیم، کاغذ، من موارد دیگری که شما گفتین شاید در این قسمت از خارج میایه، آیا بعضی موادی هم هست در داخل باشه یا خیر؟ بله، در قسمت دیگه که مواد از خارج میایه، مواد دیگه هم هست که داخل افغانستان درست میشه. حتی ما و شما امی کاغذات زیاد میشه که بالک درست میشه، که امی بالک دبل از اینا میشه. در قسمت سرش و ما یک قسمت کار ما مخصوص سرشه که سرش محصول افغانیه. در قسمت دیگه به شما بگم وسایل و مساله دیگه بیشتر از خارج میاد. اما چگونه هست کیفیت موادی که از خارج میایه؟ اگر امین مواد در داخل درست بشه، به اصطلاح حالا سفارشی که اونجا داده میشه تا کاری که در داخل خود وطن با دلسوزی کسی که افغانستانی هست و اینجا کار میشه چگونه خواهد؟ دیگه اگه کوشش بشه در این قسمت تو سرمایه گذاری بشه و تمام دوستا در این قسمت سرمایه گذاری بکنن، خیلی زیاد خوب میشه. حال در قسمت چسب الحمدلله یکی دو شرکت هست، بنام خراسان و شرکت فیضی، از چسب میسازه، چسب و صحیفی میسازه. ولی متاسفانه گاهی نگاه میگین کیفیت اون پینتر و بالاخره گاهی هم ما از اون استفاده میکنم، واقعا خوبه. دیگه کوشش اگه بشه خیلی خوبه. بسیار عالی. اما از کار و مشتریان شما که هستن، خب
شاید در ذهن بعضی هایی باشه که اگر کتابی از بین رفت بیاین سراغ آقای شریفی، یا مثلا اگر موصلی برای ترتیب و تر و دیزاین مونوگراف خود بیاید. اگر توضیحات داشته باشین که آیا مشتری های دیگه هم دارین، نهادهای تحصیلی و دولتی هم هستن به شما مراجعه خواهند کرد یا خیر؟ بله، در پله های محصلین گرامی از تمام رشته ها که هسته ما اساتیدی هم داریم که اهل مطالعه هم کتاب آخر درست میکنن، و ادارات دولتی هم داریم که میان کتاب ها درست میکنن، و در قسمت قرآن شریف هم که قبلا اشاره شد که برادر ما میگن، حتی انسان های هست که قرآن میگن یه قرآن یادگاری پدر منه از سالهای پیش بوده و به هر دلیلی باشور سیفی دوستان بکنن، در حال که به قیمت از دوش دو تا ستا نمامدن ولی دوست داره پیش یا یادگار پیشی باشه. در قسمت معارف کلن مؤسسات تعلیمی خصوصی که هست اینا کلا صحیفی میشه. در اصلا مؤسساتی که قبلا بود مثل یونیسف کارهای می آورد، در قسمت های حتی پروژه ها و تفاهم نمایی که از بین خود قراردادهای که هست او خوش دارم مدون باشه، کتبی باشه و اونا صحیفی میشه انشالله هست، ولی متاسفانه فعلا روزا کمتر هست، بلکه انشالله باید پس هم انشالله. اما چقدر آقای شریفی تلاش میکنین که با تکنولوژی روز کار بکنین، یعنی او چیز یا طرحهایی که حالا در کشورهای همسایه کار میشه او هم شما بتانین بیارین در داخل افغانستان و در کار خود از اون استفاده بکنین؟ خود مگو شخصا انسان هستم که دوست دارم روز برود پیشرفت در قسمت کار خود داشته باشم، و حتی خود ممنون قبلا هم که اشاره کردم همین رفتن به ایواری بر یا به کشورها دیگه صرف به خاطر همین دیگه کار رشد سفیر در هرات بودم. الحمدلله همون رفتن آمدان مباعث ازی شده که انسان های بیشتر به دیگه رجوع بکنن و دوستان باشه که از کنار ما یا از تجربات ما استفاده بکنن، و خیلی ها شده که انشالله بشده دستگاه پیشرفته تر شده. قبلا ما که شروع میکنیم در تمام هرات یعنی به می عصر حاضر 200 نفر صحفی ها وقت صحفی ها قدیمی بودن که با تمام هنرهای کلاسیک خود کار میکردن تا وسایل های قدیمی خود کار میکردن، ولی الحمدلله تمام وسایل بیشتر همین هایی که هسته جدیدتر شده، ما کوشش میکنیم جدیدتر بشه. از نظر مقایسه اگر نگاه بکنیم با حالا شاید شما در اشاره کردین کشور ایران هم رفتیم به نوعی بحث صحافی اینا، چقدر قابل مقایسه هست صحافی که در اونجا هست در اینجا از نظر دستگاهی که هست، یا نه همین دستگاهی که شما کار میکنین در همین کشورهای همسایه حالا بحث جهان سر جای خودش چگونه هست؟ ما مو ایران هم که ما رفتیم دو قسمت کار داره. یک قسمتی که از پیشرفته تره در قسمت چاپخانه ها، وقتی تیراژ کتاب بیرون میشه به تعداد 2000 جلد 3000 جلد او قسمت صحفی کار جداگانه خود خور داره، و در او قسمت نمیتونه یک شرکت چاپ اور بگیره او در سر از او سرمایه گذاری کنه یا اور محکم درست بکنه و برای نمیصرفه و اور هم سیستماتیک هم سیستم بازار درست میکنه. ولی در قسمت کار کلاسیک به ایران هم همون کار هست، همون سیستم کلاسیک با همین وسایل با همین تجهیزات. اتفاقا نمی دکونم درست کردم کوشش کردم با همین سیستم از اینا درست بکنم که اونجا چند مدت پیش از اینا بودم از اینا چیده یاد گیریم. چه فکر میکنین در این قسمت انشالله در کشور ما همین بحث دستگاه هایی که در این قسمت بتانه سهولت های بیشتر رو ایجاد بکنه وارد خواهد شد، یا در این قسمت توجه خواهد شد یا خیر؟ چقدر شما امیدوار هستیم؟ انشاءالله خواهد شد. حال ما هرچی که نگاه میکنیم قسمت به قبل نسبت به قبل امروز پیشرفته شده، انشاءالله برک در آینده هم پیشرفته شده. خود من شخصا امیدوارم و طالب بدی فکر نشدم که این کار یاله کنم که من نتونم یا این کار دیگه به درد نمیخوره. اگر به می حالت هم بمانیم انشاءالله هستیم کار ادامه میدیم، اگر پیشرفته شد ما هم کوشش میکنیم که در قسمت پیشرفت گام برداریم. سپاس از شما. اما خب به منطوری که صحبت کردین و برادر عزیز هم صحبت داشتن بیشتر توجه من رو جلب کرد که شما در هر حالتی که هست قناعت دارین، و ضرب المثل هم یا یک مقوله هم در ذهن شما هست که راجع به پشتکار یا همون استقامت یا قناعت را همین اکنون بیان بکنه. دیگه انسان همی چیزی که الله برای رزق کرده باشه و در قسمت باز باید توکل بکنه، و اگر هر چی که باشه خور هر ده بدی در بدی در بزنه ای رای برای او ساخته نمیشه. انسان باید به همین چیزی که داره و همین تلاش زحمت خور که داره و همون اندازه که به توان است همون رو اندازه بکنه، و هر چیزی که الله به رزق کرده باشه انشالله همون رو میبینه. بیشتر از این دیگه همین حرف شما هست. سپاسگزاری میکنم آقای شریفی عزیز و انشالله خسته نباشید و خدا قوت میگیم خدمت شما و همه صحاف و کسایی که سر و کار با صحافی دارن. انشالله کاربار رونق بگیره و شما هم با همین زحمات زیادی که میکشین هم در قسمت آماده کردن کتاب هایی که از بین میخواید
بره. هم دوست عزیز برادر شریکی ما هم صحبت کردن، ان شاء الله خداوند اجرتون بده. سپاسگزاری میکنم. میخوایم پیام شما رو داشته باشیم برای مسئولین، برای کسایی که میتونن به نوعی سهولت های رو برای کار شما یا برای موادی که شما لازم دارین ایجاد بکنن. در قسمت اول بسیار تشکری میکنم از شما دوستا که بیامدین از ما سراغ گرفتین و واقعا ما خوشحال شدم در مکه آمدین، چون به می شرایط برهانی زمین شما مردم هستیم که درد دل ای هنر و هنرمندا و کسب کارا شما گوش میکنیم. در قسمت از اینکه مسئولین در قسمت تجارت و صنعت اگر اقدامات برمیدن، اقدامات مفید باشه که مسلمان ها و جامعه اسلامی و انسانی از خیر ببینه و این کار به خاطر الله و خاطر رضایت الله بکنن و خاطر که امت اسلام پیشرفت داشته باشه، در قسمت ان شاء الله کار بکنن. ما دعا میکنم باقی نه که ان شاء الله کوشش کنن در قسمت تجارت صنعت افغانستان بیشتر کوشش ان شاء الله. سپاس از شما، تشکر. دقیقاً بیننده های عزیز، بعضی وقت‌ها این صحبت مقوله هست، میگن گنج در ویرانه هاست. بعضی وقت‌ها ما شاید خیلی راحت بگذریم، در یک قسمتی از کوچه گودام اگر سر بزنین، بعضی از هنرمندانی که واقعاً از هر انگشتشان هنر می‌ریزه و کار میکنن، واقعاً اینها قابل تقدیر هستند. در قسمت صحافی وقتی ما آمدم یک قرآن شریفی بود که تقریباً در حال از بین رفتن ورق‌های او بود، اما با کار آقای شریفی و برادرشان مدتی که همونجا کار کردن و پوش شد و آماده شد، اصلا فکر نمی کردین که اون قرآن شریفی که اول در حال از بین رفتن بوده. پس انشاءالله تلاش بکنیم که کسایی که کار میکنن و خدمت میکنن، خصوصا مسئولین عزیز در این قسمت، گام های موثری بردارن در قسمت همکاری با این بزرگواران. سپاسگزاری میکنم از شما خوبان هم که ما را با نگاه های مهربانانه خود همراهی کردی. تا برنامه دیگر که باز هم حضور به هم میرسانیم، همین شما را به خداوند مهربان میسپاریم. عزت از اوست، هر که را بخواهد عزیز میکند. عزت زیاد و خدا نگهدار.